بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی لندن با من الناز کیانی سرخط خبرها. پایان جلسه کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل، نخست وزیر و وزیر دفاع مسئول نحوه پاسخ به حمله حزب الله شدند. واشنگتن میگوید حزب الله مسئول حمله به زمین بازی کودکان است. اعلام پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ونزوئلا، رئیس جمهور شیلی میگوید نتایج اعلام شده غیر قابل باور است. جمهوری اسلامی پیروزی مادورو را نشانه نهادینه شدن مردم سالاری در ونزوئلا دانست. انتشار تصاویری تازه از سوی خبرگزاری سپاه پاسداران، حضور مادورو در مجلس اعضای جمهوری اسلامی. بازتاب انتخابات ونزوئلا در رسانه‌های اجتماعی، کاربران میگویند نیکولاس مادورو برای تقلب از علی خامنه‌ای مشاوره گرفته. آمارهای متناقض از وضعیت مالی دولت رئیسی در آستانه شروع به کار دولت پزشکیان. روایت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه از موجودی خزانه 12,000 میلیارد تومان تفاوت دارد. خطر فروریزش و نشست در تمامی مساحت تهران، بی‌مسئولیتی شهرداری تهران و شرکت آب در رسیدگی به قنات‌ها و لوله‌های پوسیده اوضاع را بحرانی کرده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، چهارمین روز المپیک پاریس، شکست دورسا یاوری وفا، بدمینتون باز تیم پناهندگان، محمد بیرانوند جوانترین تیرانداز پاریس در روز نخست مرحله مقدماتی 21 شد. خوش آمدید. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده کابینه سیاسی امنیتی این کشور به نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل اجازه داده در مورد زمان و نحوه پاسخ به حمله حزب الله لبنان به مجدل شمس واقع در بلندی‌های جولان تصمیم بگیرند. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پیشتر در واکنش به این حمله که طی آن 12 کودک و نوجوان کشته شدند گفت حزب الله بهای سنگینی برای اقداماتش خواهد پرداخت. آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد حزب الله لبنان مسئول این حمله مرگبار بوده. او تاکید کرد حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات حزب الله و سایر تهدیداتی که از سوی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌شوند محکم و تزلزل ناپذیر است. در واکنش به حمله موشکی اسرائیل به مجدل شمس ساعتی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای بررسی شرایط و گفتگو با مقامات محلی وارد این منطقه شد. اهالي جولان يطردون نتنياهو من مجد الشمس. يحتفون اذهب من هنا، اذهب من هنا. أنت غير مرحب بك. المیادین، رسانه حزب الله لبنان و یک رسانه فلسطینی از حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. در این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده یک پهپاد که از لبنان وارد شمال این کشور شده بود را سرنگون کرده است. گزارش‌ها از حمله پهپادی اسرائیل به خودروی حامل 2 عضو حزب الله در جنوب لبنان خبر می‌دهند. روزنامه الحدث چاپ عربستان سعودی هم گزارش داده هر 2 فرد کشته شده در حمله پهپادی امروز به جنوب لبنان از اعضای واحد رزوان حزب الله بودند. حزب الله لبنان هم کشته شدن یکی از اعضای خود را به نام عباس حجازی تایید کرده است. حزب الله لبنان هنوز رده سازمانی او را ما اعلام نکرده. همکارانم بابک اسحاقی از تلاوی و سمیرا قرایی از واشنگتن با من همراه شدند. بابک، ساعتی پیش نتانیاهو به محل اصابت موشک حزب الله در مجدل شمس رفت، بیشتر از تو بشنویم واکنش ها و تازه‌ترین خبرها در ارتباط رو. الناز، بدون شک هم اسرائیل و به ویژه حزب الله لبنان و همچنین کشور و دولت لبنان در انتظار هستند تا ببینند واکنش اسرائیل
به حمله حزب الله لبنان دو روز پیش به یک زمین فوتبال و کشته شدن 12 کودک و نوجوان چه خواهد بود. دقایقی پیش یک منبع رسمی دولت لبنان به شبکه سعودی الحدث گفت که لبنان پیامی در مورد حمله نظامی قریب الوقوع اسرائیل دریافت کرده و اینکه این حمله اجتناب ناپذیر هستش. لبنان از میانجی‌ها خواسته که برای محدود کردن این حمله همه تلاش خودشون را انجام بدن تا اسرائیل حداقل به بیروت و مناطق مسکونی حمله نکنه و از اون قواعد نانوشته‌ای که بین حزب الله و اسرائیل در این 10 ماه برقرار هست جلوتر نره و معادله را به خطر نیندازه. در کنار اون نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همانطوری که گفتی امروز به مجدل شمس آمد و در حین اینکه بسیاری از شهروندان این شهر دروزینشین فریاد می‌زدند و از اون می‌خواستند که انتقام این حمله را بگیره و همچنین از او و دولتش خشمگین بودند که نتونست از اونها دفاع بکنه، با بزرگان و همچنین شهردار مجدل شمس او دیدار کرد و گفت که دولت اسرائیل نمیتونه و نباید که این اتفاق را نادیده بگیره. به گفته نتانیاهو واکنش خواهد اومد و این واکنش سخت خواهد بود. در کنار او بار دیگر آقای نتانیاهو تکرار کرد که حزب الله با حمایت جمهوری اسلامی ایران یک موشکی که ساخت جمهوری اسلامی هست را شلیک کرده و به گفته او 12 روح کودک پاک را گرفته، 12 پسر و دختری که در اینجا فوتبال بازی می‌کردند و متاسفانه نتوانستند که به پناهگاه برگردند. او گفت دل همه اسرائیل و همه جهان از این فاجعه سنگین به درد اومده. کانال لبنانی المیادین هم همانطوری که گفتین امروز خبر از حملات اسرائیل داد، اما این حملات اون واکنش اصلی اسرائیل نیستش. دو هدف را مورد حمله قرار داده که هر دو نفر از افراد حزب الله لبنان بودند. در هر صورت همه منتظر هستیم برای ساعات و حتی یکی دو روز آینده ببینیم واکنش اسرائیل چه خواهد بود. سمیر، دولت بایدن به اسرائیل هشدار داده که در صورت به حمله انتقام جویانه به لبنان درگیری از کنترل خارج خواهد شد. چقدر این هشدار آمریکا میتونه در تصمیم اسرائیل اثرگذار باشه؟ الان سوال سختی هست که چقدر هشدار ایالات متحده میتونه اثرگذار باشه از روز 8 اکتبر، فردای 7 اکتبر و کشتار گسترده یهودیان، حزب الله و اسرائیل با هم درگیری‌های جست و گریخته‌ای داشتند که گاهی این درگیری‌ها اوج می‌گرفت و دولت بایدن در تمامی این مدت سعی کرد که درگیری‌ها رو در محدوده غزه نگه داره. اگر نگاه بیاندازیم به حمله‌ای که جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل انجام داد و بعد از اون ایالات متحده هشدارهای مشابهی رو به اسرائیل و دولت نتانیاهو داده بود، در هفته‌های گذشته زمانی که بحث سلامت آقای بایدن جدی شد گزارشی منتشر شد که در اون برای اینکه بگن آقای بایدن صحیح و سالم هست و به لحاظ ذهنی تند و تیز هست ارجاع دادن به اون زمانی که ایالات متحده داشت به اسرائیل هشدار میداد و گفتند که آقای بایدن یک تماس تلفنی با نتانیاهو داشته و در اونجا خیلی قاطعانه به نتانیاهو گفته اگر بخوای حمله گسترده به جمهوری اسلامی بکنی تنها خواهی بود و ما تو رو همراهی نخواهیم کرد. اون هشدار رو دیدیم که نتانیاهو و اسرائیل تا حدود زیادی گوش دادند، اما الان معلوم نیست که واکنش نتانیاهو چه خواهد بود. بابک هم اشاره کرد که باید در 48 ساعت آینده منتظر باشیم و ببینیم چه تصمیمی رو دولت نتانیاهو و آقای یوآف گالانت وزیر دفاع خواهند گرفت. اقدامی که ایالات متحده انجام داده در 24 ساعت گذشته این بوده که مشاور ارشد آقای بایدن، آقای آموس هاجستاین، تماس تلفنی گرفته با وزیر دفاع اسرائیل و در این تماس گفته که به بیروت حمله نکن. بیروت رو ایالات متحده خط قرمز حزب الله میدونه، یعنی اگر یک حمله بزرگ اسرائیل به بیروت انجام بده اینجاست که ایالات متحده داره اخطار و داره هشدار میده. یعنی حملات کوچکتر به نقاط دیگر شاید اون جنبه هشدار آمیز بودن
اقدامات اسرائیل رو به نداشته باشه، یعنی ایالات متحده چندان سختگیری نکنه. بیروت به نظر میرسه بر اساس ارزیابی‌های ایالات متحده خط قرمز حزب الله باشه، که اگر حمله صورت بگیره ایالات متحده داره میگه این اتفاق نباید بیفته، چرا که جنگ گسترده تر میشه. منابع آگاه دارن به ما میگن که دولت ایالات متحده با افرادی هم از طرف اسرائیل هم از طرف لبنان صحبت کرده و هم پیغام و پسخام هایی با جمهوری اسلامی انجام شده و تمامی این طرف ها، یعنی هم حزب الله هم اسرائیل و هم جمهوری اسلامی، گفتند که مایل نیستند که جنگ وسیع تر بشه و وارد یک جنگ منطقه گسترده بشن. اینها چیزهایی که در گزارش ها امروز منتشر شده. حالا بعد ببینیم که چقدر نتانیاهو که تازه از ایالات متحده رفته، چند روز اینجا هم در کنگره صحبت کرد، هم با آقای بایدن دیدار کرد، با خانم هریس و با آقای ترامپ، چقدر این هشدارهای ایالات متحده رو جدی میگیره. و همزمان با این خبرها ما داریم میبینیم که رسانه ها، به ویژه رسانه های نزدیک به روبرت مرداک و رسانه های نزدیک به جمهوری خواهان، هدف قرار دادند سیاست های خانم هریس رو در رابطه با اسرائیل و معتقد هستند که این سیاست هایی که خانم هریس تا اینجا داره بروز میده چندان ادامه دهنده اون حمایت های دو حزبی کلی از اسرائیل نیست. دلناز، متشکرم از شما سمیرا قرایی و بابک اساقی، همکاران من از واشنگتن و تل آویو همراه ما. مقام های انتخاباتی ونزوئلا اعلام کردند نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا برای سومین بار پیروز شده. این در حالی است که پیش از اعلام نتایج، نظرسنجی ها از پیروزی قاطع ادموندو گونزالس نامزد اپوزیسیون خبر میداد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته آمریکا از اینکه نتایج اعلام شده در انتخابات و پیروزی مادورو منعکس کننده آرای مردم ونزوئلا نباشد به طور جدی نگران است. بلینکن همچنین خواستار انتشار جدول دقیق آرا از سوی مقامات انتخاباتی ونزوئلا شد. همکارم بردیا افشین اینجاست تا نگاهی داشته باشه به این انتخابات پرحاشیه در ونزوئلا. بسیاری تصور می‌کردن این میتونه پایانی بر ربع قرن سلطه اقتدارگراهای به اصطلاح سوسیالیست در ونزوئلا باشه، اما شاید با اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2024 ونزوئلا این رویاها برای مخالفان حالا بر باد رفته باشه. سوی نیکولاس مادورو مورو پرزیدنت رئلکتو در رپوبلیکا بولیواریانا ونزوئلا. نیکولاس مادورو بود که میگفت برای بار سوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و برای 6 سال به این سمت خواهد موند، در حالی که نظرسنجی های مستقل پیش از انتخابات غیر از این میگفتن، از پیشتازی 20% مخالفان میگفتن، اما شورای ملی انتخابات ونزوئلا گفته که نیکولاس مادورو با 51% آرا پیروز شده. نیکولاس مادورو از سوی مخالفانش که تعدادشون بسیاره متهمه به تضعیف دموکراسی و همچنین مخالفان او رو یک حاکم مستبد میخونن. به علاوه اونها مخالفان سیاست‌های نیکولاس مادورو رو مقصر تمام بحران‌های شدید اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر میدونن. در مورد وضعیت دموکراسی جامعه بین الملل در سال‌های اخیر نگرانی‌های خودش رو بارها تکرار کرده، از دبیر کل سازمان ملل گرفته تا دیگر چهره‌های ارشد سایر نهادها به اون واکنش نشون داده. مثلا کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله کسانی بود که بارها درباره نابودی تدریجی دموکراسی و آزادی‌های اولیه در ونزوئلا هشدار داده بود. در مورد سیاست‌های اقتصادی انتقادها بسیار بوده. کسی مثل گوستاو پترو، این رئیس جمهور چپگرای کولومبیا، گفته بود سیاست‌های اقتصادی مادورو ونزوئلا رو به ویرانی کشونده. برای ناظران بی‌طرف مقیاس و شدت نقض حقوق بشر مستند شده در ونزوئلا بسیار نگران کننده است. به علاوه اونها آمار و ارقام ثبت شده اقتصادی بسیار هشدار دهنده است. در ونزوئلا فقر بیداد میکنه. گزارش‌های مختلفی برآورد میکنن نه تنها نزدیک به 95% از جمعیت در فقر به سر میبرن، که بیش از 75% در این بین در فقر مطلقند. به علاوه تولید ناخالص ملی ونزوئلا از سال 2013
و زمان به روی کار اومدن مادورا تا امروز بیش از 60% کاهش یافته. این بسیار چشمگیره. این یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در تاریخ مدرن برای یک کشوره. در دهه گذشته تورم در ونزوئلا به سطح نجومی رسید. از سال 2015 سه رقمی شد. در سال 2018 به رقم خیره کننده 130,000% رسید. این ابر تورم. اگرچه دو سه سالی پایان یافته و تورم تثبیت شده، اما تورم همچنان بالاست و سه رقمیه. برنامه جهانی غذا به علاوه میگه که از هر سه ونزوئلایی الان یک نفر دچار سوء تغذیه است. نرخ سوء تغذیه ها در میان کودکان اونجا فاجعه باره. یونیسف تخمین میزنه که بیش از 3 میلیون کودک در این کشور 28 میلیونی در معرض خطر جدی هستند. و خب به گفته سازمان ملل باز هم تاکید داره که طی یک دهه گذشته بیش از 7 میلیون نفر از ونزوئلا از کشور فرار کردند. و این مهاجرت دست جمعی یکی از بزرگترین بحران‌های جابجایی در تاریخ بشریت در پی مشکلات اقتصادی و سرکوب سیاسی محسوب میشه. با وجود همه اینها نیکولاس مادورو حامیانی هم داره، حامیانی که خوشحالی خودشون رو از نتیجه انتخابات ابراز کردند. طرفداران مادورو میگن که او از حاکمیت ونزوئلا در برابر مداخله خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا دفاع میکنه، مدافع استقلال کشور برابر امپریالیسم، و اونها مادورو رو میراثدار هوگو چاوز میدونن، او رو یک مدافع عدالت اجتماعی میدونن. حامیان ادعا میکنن با وجود تحریم‌های اقتصادی نتونسته او به اهدافش برسه، تحریم‌های از سوی قدرت‌های خارجی. و خب البته مادورو حامیان خارجی هم داره، از جمله مقامات تهران که از پیروزی نیکولاس مادورو بسیار خوشنودن. البته در اثبات همدلی رئیس جمهور ونزوئلا با جمهوری اسلامی همین کافیه که نگاهی کنیم به حضور او در مراسمی برای ابراهیم رئیسی پس از مرگ رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا. وجودم سراسر ولای تو شد، دلم از ازل مبتلای تو شد که با روزه. البته این همدلی تهران و کاراکاس از زمان ریاست جمهوری اوگو چاوز شکل گرفته بود. سیاستمداری که قائل به ایدئولوژی سیاسی پوپولیستی چپگرا بود، با شعار امپریالیست ستیزی ادعا میکرد برای عدالت اجتماعی، برای فقر زدایی میجنگه. در پی تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در دهه 90 میلادی در ونزوئلا، انتخاب هوگو چاوز در سال 98 رو بسیاری نشونگر تغییر به سوی برابری‌های اجتماعی می‌دونستند. پس از تغییرات قانون اساسی، او به کمک قیمت بالای نفت در آغاز دهه 2000 میلادی، چاوز تونست بودجه برنامه‌هاش رو برای مبارزه با فقر تأمین کنه و اون زمان اقبال مردمی به او بیشتر شد. با این حال در پی بحران‌های مالی جهانی 2008 و کاهش قیمت نفت، اقتصاد نفتی ونزوئلا دچار چالش عمیق شد. چاوز کنترل دولت رو بر اقتصاد افزایش داد که نتیجه عکس داد. و خب پس از مرگ چاوز در سال 2013، نیکولاس مادورو که یار دیرین چاوز بود جانشین شد و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی رو به ارث برد. بسیاری از ناظران میگن در 25 سال گذشته نه فقط اقتصاد، که حقوق بشر در ونزوئلا به وخامت کشیده شده و در این دوران به خصوص در دوران نیکولاس مادورو این مشکلات بیشتر از قبل محسوس بوده. و خب این انتخابات 2024 در ونزوئلا یادآوری کرد دموکراسی در این کشور در وضعیت بحرانی قرار داره، وضعیتی بسیار پیچیده و بی‌ثبات، و دورنمای چندان درخشانی هم برای این مخالفان اصلا نمیشه متصور بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پایان جلسه کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل. نخست وزیر و وزیر دفاع مسئول نحوه پاسخ به حمله حزب الله شدند. واشنگتن میگوید حزب الله مسئول حمله به زمین بازی کودکان است. اعلام پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ونزوئلا. رئیس جمهور شیلی میگوید نتایج اعلام شده غیر قابل باور است. جمهوری اسلامی پیروزی مادورو را نشانه نهادینه شدن مردم سالاری در ونزوئلا دانست.
وضعیت مالی دولت در آستانه شروع به کار دولت جدید از جمله موارد خبرساز در روزهای اخیر بوده و آمارهای متفاوت از موجودی خزانه دولت به محل بحث تبدیل شده. بر اساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت 13 خزانه را با بیش از 18,000 میلیارد تومان موجودی به دولت 14 تحویل داده. اما داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه چند روز قبل مانده حساب خزانه را 30,000 میلیارد تومان اعلام کرده. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 برای تشریح وضعیت بدهی دولت در نامه به محمد مخبر نوشته سهم استقراض و انتشار اوراق از بودجه دولت از 35% در ابتدای دولت 13 به 16% در انتهای آن کاهش یافته. داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه هم هفته گذشته مجموع بدهی دولت بابت انتشار و فروش اوراق بدهی را بیش از 870,000 میلیارد تومان برآورد کرده بود و 477,000 میلیارد تومان آن را بدهی مانده از دولت قبل دانسته بود. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما همراه شدند. آقای ماشینچیان، نظر شما چیه در مورد این آمار متناقض از وضعیت مالی دولت و بدهی‌های اون هم در آستانه شروع به کار دولت جدید؟ درود بر شما. برای ما که تحولات اقتصادی و سیاستی کشور رو دنبال می‌کنیم، این آمار به هیچ وجه تصویر صادقانه‌ای از سیاست‌ها و دستاوردهای دولت رئیسی به ما نمیده. در اقتصاد ما باید ابتدا به تصویر بزرگ نگاه کنیم، سنجه‌های کلان رو بسنجیم، اما نباید بهش اکتفا کنیم. در کنار تصویر بزرگ مراجعه می‌کنیم به جزئیات و سنجه‌های خرد و کلان رو در مقایسه با یکدیگر مطالعه می‌کنیم تا به یه درک محیطی از شرایط برسیم. در دولت رئیسی نه تنها سنجه‌های کلان با جزئیات خرد تعارض داره، اون آماری رو که رسما منتشر کردن، بلکه حتی مقایسه یک سنجه که توسط دو سازمان رسمی دولتی منتشر شده به نتایج غلط اندازی میرسه، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید. و این موضوع غیر قابل اعتماد بودن آمار و ارقام دولتی رو یک بار دیگه برای ما ثابت میکنه. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، باقی مانده خزانه دولت به تنهایی هیچ اهمیتی نداره. مهم اینه که در 3 گذشته بودجه دولت چقدر ناتراز بوده، چقدر به کسری بودجه اضافه شده، دولت چقدر تورم ایجاد کرده و سنجه‌هایی از این قبیل. علتش هم این است که در مقایسه با تورمی که دولت در 3 گذشته ایجاد کرده و بدهی‌ای که بالا آورده، عدد تهمانده خزانه قطره‌ای از دریا هم نیست. آیا ماشینچا به طور کلی ظاهراً 2 ارزیابی الان وجود داره از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در آستانه شروع به کار دولت جدید؟ یه دسته دارن از اسب زین شده اقتصاد میگن، یه دسته دیگه از زمین سوخته. ارزیابی شما چه هست؟ به باور من این ارزیابی‌ها بیش از اون که دلسوزی برای کشور و تحلیل واقعی شرایط باشه، بازی‌ها و کشمکش‌های سیاسی داخل حکومته. یه مقداریش هم البته توجیه و فرافکنی است برای مسئولیت گردن نگرفتن. الان 3 که مسئولان دولت رئیسی همه کاستی‌های کشور رو به دولت روحانی نسبت میدن. در دولت روحانی دولت احمدی نژاد رو سرزنش می‌کردن و حالا که دولت پزشکیان داره قدرت رو به دست می‌گیره، ادعی دارن دولت رئیسی رو سرزنش می‌کنن. در نهایت این حکومته که از این دعواها سود می‌بره. به طور کلی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه شرایط رو، به ویژه جنبه‌های منفی رو، همیشه نتیجه و حاصل شکست دولت‌ها و رؤسای جمهور نشون بده، در حالی که شرایط کنونی شکست سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و نه صرف دولت رئیسی. در این حال وقتی که دولتی قدرت رو به دست می‌گیره در پایان دوره خدمت، باید قادر باشه که اصلاحات معنادار و دستاوردهای مشخص و قابل اندازه‌گیری داشته باشه و سرزنش دولت‌های قبلی و تمرکز روی 1-2 سنجه خرد، اون هم در حالی که وضع سنجه‌های کلان اقتصادی کشور وخیم‌تر از قبل شده، به هیچ وجه قابل قبول نیست. به همین قیاس آقای پزشکیان نمیتونه 4 دیگه تحریم‌ها یا دولت رئیسی رو برای بدتر شدن اوضاع کشور سرزنش کنه، بلکه باید روی پای خودش بایسته، مسئولیت ناکامی‌های دولتش رو گردن بگیره و گزارش روشنی از دستاوردها و سیاست‌هاش ارائه کنه. منتهی این کاری است که متأسفانه تا به حال در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. من اینجوری جمع‌بندی می‌کنم که مسئول اصلی شرایط نابسامان اقتصادی در ایران سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامیه که مخرج مشترک سیاست‌های همه کابینه‌ها بوده، اما متقابلاً رئیس جمهور باید
در حوزه اختیاراتش مسئولیت گردن بگیره و یک گزارش روشن و شفافی از عملکرد و سیاست‌ها و اصلاحات دولتش رو اعلام کنه. و این منتها تا به این جای کار به نظر نمی‌رسه که دولت پزشکیان قصد داشته باشه یا قادر باشه که این بدعت رو در جمهوری اسلامی برای اولین بار به کار بندازه. متشکرم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا همراه ما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از توقیف یک فروند نفتکش با پرچم کشور توگو و 9 خدمه آن در آبهای خلیج فارس حوالی میدان نفتی آرش خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، نفتکش در حال بارگیری سوخت از لنج‌های ایرانی بوده است. رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران اعلام کرد از ابتدای امسال به دلیل کمبود دارو 2 جوان و 1 کودک هموفیلی جان باختند. عضو هیئت مدیره کانون هموفیلی هم گفته از نظر کمبود دارو شرایط در 3 سال گذشته حتی وخیم‌تر از دوران جنگ شده. بر اساس اعلام مرکز هموفیلی تهران نزدیک به 14,000 بیمار هموفیلی در کشور ثبت شدند و احتمالاً بیمارانی هستند که هنوز شناسایی نشدند. روزنامه جام جم، ارگان مطبوعاتی صدا سیما، در بازپخش عکس‌های مراسم تنفیز مسعود پزشکیان تصاویر محمد باقر قالیباف و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای قوه مقننه و قضاییه را با فتوشاپ حذف کرد. گفته می شود حضور برادر سعید جلیلی به عنوان قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در امور فرهنگی و از اعضای جبهه پایداری در انجام این اقدام مؤثر بوده است. در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، محمد باقر قالیباف از سعید جلیلی و غلام حسین محسنی اژه‌ای به صورت تلویحی از مسعود پزشکیان حمایت کردند. نوشین خانی در آن سوی استودیو است برای مروری بر بحث‌های داغ رسانه‌های اجتماعی میان کاربران ایرانی. نوشین، می‌دونم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در میان کاربران ایرانی هم واکنش نشون داده. چی میگن؟ الناس، در واقع کاربران ایرانی یک شباهت‌هایی بین ایران و ونزوئلا پیدا کردن، از جمله اینکه هر دو کشور نفتخیز هستند و در هر دو کشور انتخابات سالمی برگزار نمیشه. بریم ببینیم دیگه چی گفتن. ونزوئلا کشوری نفتخیزه که در سالهای نه چندان دور ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود. حالا در وضعیتیه که 8 میلیون از جمعیت کشور فرار کردند و یک حکومت چپگرا با شعارهای پوپولیستی قدرت رو در دست داره. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا هم با تقلب همراه شد و نیکولاس مادورو رئیس جمهور ماند و بعید به نظر میرسه با انتخابات دست از قدرت برداره. همین سابقه کاربرهای ایرانی رو علاقه‌مند به سرنوشت ونزوئلا کرده و در رسانه‌های اجتماعی از شباهت‌های ایران و ونزوئلا میگن. کاربری واکنشش رو با این عنوان شروع کرده: مادورو باز هم خودش رو برنده انتخابات اعلام کرد. او در ادامه ونزوئلا رو نمونه تلخی برای آزادی‌خواهان جهان دونسته که نشون میده خلع دیکتاتوری که ارتش رو داره و از سرکوب هم ابایی نداره در جهان مدرن چقدر دشوارتر شده. این کاربر گفته نتیجه انتخابات ونزوئلا یک بار دیگه نشون داد که در رژیم‌های دیکتاتوری اون که رأی رو میشماره تعیین کننده نتایج انتخاباته، نه اون که رأی میده. و یه واکنش مشابه دیگه که نویسنده اون معتقده خوبی انتخابات ونزوئلا اینه که نیاز نیست صبر کنی تموم بشه، میتونی درباره نتیجهش نظر بدی. این حساب کاربری هم نتیجه انتخابات در ونزوئلا رو داستان آشنا و تقلب در یک دیکتاتوری دیگه توصیف کرده و گفته مردم الان چه حالی دارن و چقدر ناامید هستن، ولی اونا هم بالاخره باید به این نتیجه برسن که تنها راه انقلابه. رحمان قهرمانپور هم اتفاقات در ونزوئلا رو نشونه ای از تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات و تقلب دونسته و نظرش اینه ونزوئلا هرچه بیشتر در بحرانهای عمیق فرو خواهد رفت. در آخر هم تاکید کرده رهبرانی که کشور و مردمشون رو دوست داشته باشن به هر قیمتی در قدرت نمیمونن. و این واکنش کنایه‌آمیز که نویسندش پرسیده این سیرک انتخابات ونزوئلا رو هم خامنه‌ای مهندسی می‌کنه یا فقط به مادورو مشاوره میده.
علی تقلب در انتخابات ونزوئلا رو مثل همه دیکتاتورهای دیگه ناشیانه دونسته. در توضیح حرفش هم با انتشار عکسی نوشته بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد انتخابات ونزوئلا نرخ مشارکت مردم در انتخابات 109% بوده. این کاربر هم به چند اتفاق تا پیروز شدن دوباره مادورو اشاره کرده، از جمله اینکه تحریم‌های فلج کننده آمریکا سقوط اقتصاد و ابر تورم چند هزار درصدی ایجاد کرده، اعتراضات گسترده و میلیونی و سرکوب مردم رخ داده و تشکیل دولت توسط مخالفان و به رسمیت شناختنش توسط آمریکا و اروپا، و البته گفته هیچ کدوم اثری نداشته و به قول او استاد همچنان رئیس جمهوره. و نهایتاً کاربری که با اشاره به آمار مهاجرت در این کشور نوشته کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت جهان رو ربع قرنه که به گروگان گرفتن و اون رو به چنان فلاکتی کشوندند که یک سوم ساکنان اون وادار به مهاجرت شدند. این دیکتاتورهای حقیر. و تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما هم بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما هم میتونین با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنین. میتونین به شماره‌ای که پشت سر من می‌بینین با ما در واتساپ و تلگرام در تماس باشین. در ادامه این بخش هم برمیگردم به الناس همکارم. نوشین خانی با مرور رسانه‌های اجتماعی همراه ما. یکی مقام مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی میگوید که قنات‌ها و لوله‌های آب پوسیده عامل فروریزش‌ها در تهران هستند و با گسترش این مناطق خطر فروریزش ناگهانی در کل مساحت تهران وجود دارد. نشریه پیام ما نوشته بیشترین فرونش است در مناطق 17، 18، 19 و 20 تهران است که با بی‌مسئولیتی شهرداری‌ها و شرکت آب و فاضلاب در رسیدگی به وضعیت قنات‌ها و لوله‌های پوسیده مشکلات را افزایش داده است. به گفته علی بیت‌اللهی متوسط فرونشست تهران 170 میلی‌متر در سال و متوسط نرخ جهانی 4 میلی‌متر در سال است. دابون محمدی معمار و شهرساز میگوید که به دلیل بستر آبرفتی شهر تهران چنین ریزش‌هایی در دراز مدت به بروز مشکلات بسیاری در ساختار شهر می‌انجامد. بشنویم. ما یه سری لوله‌های در واقع یه سری تأسیسات زیرزمینی در تهران داریم که این تأسیسات زیرزمینی قدمت خیلی بالایی دارن، بالای 50 سال تا 60 سال تقریبا میشه گفت که قدمتشون هست و فرسودگی اینها باعث میشه که به مرور زمان در واقع ما یک جور در واقع گسیختگی آب داشته باشیم توی بستر خاکی و میدونیم که بستر خاکی در واقع تهران یک بستر آبرفتی هست، یعنی میتونه این مسئله ریزش یا نشت آب میتونه مشکلات خیلی زیادی ایجاد بکنه. معمولا وقتی که به این فرونشست نگاه میکنیم یک مسیر تونلی رو میتونیم ببینیم که این برمیگرده به اینکه به هر حال شما باید رد یک مسیر تونلی رو در زیر سطح شناسایی بکنی که این هم میتونه مسئله قنات‌ها باشه، هم میتونه مسئله همین لوله‌گذاری ها باشه، هم میتونه به گونه ای تونل هایی که در واقع در تهران احداث شده و حفر شده این تونل ها میتونن عاملی باشن برای اینکه شما شاهد این مدل در واقع ریزش ها باشید. نظرسنجی های جدید در آمریکا نشان میدهد محبوبیت کاملا هریس در میان رای دهندگان افزایش پیدا کرده و او در ایالت های خاکستری هم از دونالد ترامپ پیشی گرفته. همزمان ترامپ و تیم کمپین او هفته پرنوسان را تجربه کردند و تلاش دارند از آن عبور بکنند. ترامپ و تیمش می‌خواهند تا نقاط ضعف هریس را برجسته بکنند و برخی از تردیدهایی که توسط برخی جمهوری‌خواهان درباره انتخاب معاون ترامپ سناتور جی دی ونس مطرح شده را اصلاح بکنند. مریم رحمتی از نیویورک با ما همراه شده برای جزئیات از آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. چه بحثی الان داغ، چه میگن؟ با فقط 99 روز مونده تا روز انتخابات اینجا در آمریکا رقابت داره میان دونالد ترامپ و کامالا هریس نزدیک و نزدیکتر میشه. معاون رئیس جمهور آمریکا کامالا هریس با گذشت 2 هفته از زمان ورود به این رقابت ها تونسته خوب عمل کنه و نظرسنجی ها نشون میدن که داره نظر رای دهندگان رو کم کم با خودش همراه میکنه و محبوبیتش هم بیشتر شده، مخصوصا نسبت به جو بایدن رئیس جمهور
کنونی ایالات متحده آمریکا حریص، اما حالا در دوره ماه عسلش به گفته رسانه‌های آمریکایی قرار داره و در تلاش تا شور و شوق دموکرات‌ها رو حفظ بکنه و خودش رو به عنوان رقیبی قوی در مقابل رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ معرفی بکنه. بر اساس نظرسنجی شبکه فاکس نیوز که بیشتر شبکه نزدیک به جمهوری خواهان هم هست، کامالا هریس در ایالت‌های ارغوانی یا چرخشی مثل ویسکانسین، پنسیلوانیا، منسوتا و میشیگان از ترامپ پیشی گرفته، اما به گفته کارشناسان نگه داشتن این محبوبیت پس از دوره ماه عسل که منظور همین اوایل ورود به رقابت آسون نخواهد بود، مخصوصا که احتمال میره کامالا هریس همین هفته پس از رأی‌گیری به عنوان رامزد رسمی حزب دموکرات معرفی بشه و بعد از اون مطمئناً کمپین و خود کامالا هریس باید کمربنداشون رو سفت‌تر ببندن برای رقابت با دونالد ترامپ که رقابت بسیار تنگاتنگی است. اما ترامپ میدونیم که ماهاست که در حال کمپین کردن هستش و هفته خیلی خوبی رو نداشت هفته گذشته و حالا داره تلاش میکنه تا ورق رو برگردونه و هریس مصمم و همچنین کامالا هریس و خود دونالد ترامپ مصمم هستن تا بتونن زمانی رو تعیین بکنن که بتونن یک دیبیت دیگه داشته باشن بین دموکرات ها و جمهوری خواهان و همچنین دونالد ترامپ تلاش داره تا نقاط ضعف هریس رو برجسته بکنه، مخصوصا در مورد امنیت عمومی که به نظر دونالد ترامپ و همچنین مردم آمریکا اکثرشون جرائم و آمار جرم و جرائم افزایش پیدا کرده و چقدر این اتفاقات بیشتر شده در زمان دولت بایدن هریس، و همچنین موضوع دیگری که قرار هست دونالد ترامپ در هفته‌ها و روزهای پیش رو بهش تمرکز بکنه و برجسته بکنه و به کامالا هریس حمله بکنه، موضوع امنیت مرزها در مرزهای جنوبی آمریکا خواهد بود و ورود غیرقانونی مهاجران که همواره کامالا هریس در این مورد انتقاد بوده پس از اینکه جو بایدن در سال 2020 انتخابات رو برنده شد و وارد کاخ سفید شد با کامالا هریس، موضوع امنیت مرزها به عنوان یک تسک به کامالا هریس سپرده شد و از اون زمان کامالا هریس همواره گفته که این موضوع بسیار موضوعی پیچیده‌ای هست و سالها طول می‌کشه تا موضوع امنیت مرزها حل بشه، اما باز هم همواره مردم آمریکا و مخصوصا جمهوری خواهان از کامالا هریس به خاطر اینکه ناموفق بوده در این مورد انتقاد کردند. متشکرم ازت مریم رحمتی، هم کام از نیویورک هم برای ما. جاستین ترودو اعلام کرده به دلیل استعفای دو عضو مجلس در کبک و منیتوبا 25 شهریور ماه انتخابات میان دوره‌ای برگزار می‌شود. کارشناسان بر این باور هستند که این اقدام می‌تواند محکی برای میزان محبوبیت حزب لیبرال باشد. مهسا مرتضوی و همکارم از تورنتو در ارتباط با ما همراه شده. مهسا، اهمیت این انتخابات میان دوره‌ای در چه هست؟ آیا برای جامعه ایرانی کانادایی هم تاثیرگذار هست یا نه؟ الا سلام به تو و همراهان ایران اینترنشنال. این دومین بار هستش که در همین سال جاری انتخابات میان دوره‌ای برگزار میشه. ماه گذشته در یک منطقه در بزرگ شهر تورنتو یک انتخابات میان دوره‌ای برگزار شد که اون منطقه برای بیشتر از 30 سال در دست حزب لیبرال بود، همین حزبی که جاستین ترودو به عنوان نخست وزیر از اون روی کار هست و دولت رو اداره میکنه. اما در این انتخابات میان دوره‌ای یک نماینده محافظه‌کار برنده انتخابات شد، چیزی که نشون میده که محبوبیت حزب محافظه‌کار در کانادا بسیار بالا رفته. نظرسنجی ها هم از همین حکایت میکنه، این که حزب محافظه‌کار با توجه به تلاش هایی که میکنه برای اینکه بتونه ثابت بکنه جاستین ترودو از سال 2015 تا به حال موفق عمل نکرده، تونسته این رو بین مردم جا بندازه که اگر حزب محافظه‌کار روی کار بیاد میتونن شرایط بهتری داشته باشن. حالا این انتخابات میان دوره‌ای دوباره میتونه محکی باشه برای جاستین ترودو که در وضعیت خیلی خوبی هم به سر نمیبره. البته جاستین ترودو بارها ثابت کرده که در نزدیکی انتخابات میتونه نظرها رو عوض بکنه، اما تا به حال
چیزی که برای افکار عمومی مشخص هست اینه که حزب محافظه‌کار پیشی گرفته. در میان این دو نفر هم یکی از حزب لیبرال هست، اون کسانی که استفاده دادن، و یکی از حزب نیو دموکرات که اگر این صندلی‌ها در اختیار حزب محافظه‌کار قرار بگیره، دقیقاً دو حزبی که در روی کار هستن در دولت موقعیت خودشون رو از دست میدن. اما سوال کردی در مورد تاثیرش برای جامعه ایرانی کانادایی. باید یادآوری بکنم که در سال 2012 که روابط دیپلماتیک ایران، جمهوری اسلامی و کانادا قطع شد، یک دولت کانسرواتیو یا همون محافظه‌کار روی کار بود با نخست وزیری استیون هارپر، و بعد از اون هم بارها دیدیم در طول همین خیزش انقلابی و زمانی که کانادا تصمیم می‌گرفت تا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، پیر پالیف که رهبر حزب محافظه‌کار فعلی هست در کانادا حمایت کرد از این اقدام. در مورد پولشویی عوامل جمهوری اسلامی بارها صحبت کرده، در مورد اینکه کانادا به یک پلتفرم تبدیل شده برای عوامل جمهوری اسلامی تا بتونن نیروهای نیابتی خودشون رو تجهیز بکنن بارها صحبت کرده. و به نظر میرسه حالا با توجه به این شعارها که مشخص نیست آیا برای در نظر گرفتن رأی ایرانی کانادایی ها هست یا واقعا اقداماتی هست که حزب محافظه‌کار در آینده انجام خواهد داد، به نظر میرسه که عوامل جمهوری در کانادا شرایط سخت‌تری رو هم خواهند داشت در صورت انتخاب حزب محافظه‌کار در انتخاباتی که سال آینده برای دولت فدرال کانادا برگزار خواهد شد. یک چیز دیگه هم که نشون دهنده نگرانی جاستین ترودو بود این هستش که این یکی از نامزدهایی رو که انتخاب کرده برای این انتخابات میان دوره‌ای رو بدون در نظر گرفتن روند معمول انتخاب نامزدها این کار رو کرده، به صورت دستچین یک نفر رو انتخاب کرده که اعتراض خیلی ها رو هم به همراه داشته. الناس متشکرم از گزارشت. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو کانادا همراه ما، ممنونم و سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. فرباد سروندی در آن سوی استودیو است با تازه‌های دنیای ورزش و از جمله رقابت‌های المپیک پاریس. فرباد مرسی الناز. بله، چهارمین روز المپیک پاریس با ناکامی مهسا جاور و زینب نوروزی ملی‌پوشان روینگ دو نفره ایران در رسیدن به فینال پیگیری شد. اما محمد بیرانوند تیرانداز 15 ساله ایران با کسب 70 امتیاز در مرحله مقدماتی ماده تراپ در رده 21 قرار گرفت. او فردا در روز دوم مرحله مقدماتی رقابت خواهد کرد. دوستای یاوری وفا هم تنها ایرانی حاضر در مسابقات بدمینتون که البته با تیم پناهندگان در این بازی ها شرکت کرده بود، در دومین دیدارش مقابل بازیکن 31 ساله کشور موریس رفت و شکست خورد. به این خبر و خبرهای دیگر خواهیم پرداخت. با ما بمانید تا دقایقی دیگر با شما خواهیم بود.